حقایقی باور نکردنی از زندگی هنگامه خواننده معروف ایرانی، از ماجرای بازداشتش توی دبی به خاطر خوندن یه آهنگ و از ماجرای رفاقتش با فریدون آسرایی و کلی حاشیه و اتفاق مختلف دیگه. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. خب خانم هنگامه برزین متولد سال 1343 در شهر لاهیجان استان گیلان هستش. اون از دوران کودکی به تهران مهاجرت کرد و دوران کودکی، نوجوانی و جوانیش رو توی شهر تهران گذروند. اون تحصیل کرده مقطع دیپلم هستش و نواختن موسیقی رو از همون دوران کودکی شروع کرد. اون در سال 1370 به کشور کانادا و بعد از اون به کشور آمریکا مهاجرت کرد. هنگام کلن یه دختر داره که همین چند وقته پیشم عروسیش بودش. هنگام در سال 1346 وقتی که فقط 3 سال سن داشت به همراه پدر، مادر و تنها خواهرش از شهر لاهیجان استان گیلان به تهران مهاجرت کردن و دوران کودکی هنگامه در تهران گذشت که خودش این دوران رو زیباترین تایمای زندگیش میدونه. خانواده هنگامه خانواده هنردوستی بودن، به خصوص پدرش که علاقه ویژه‌ای به موسیقی داشت و همیشه از دخترش حمایت میکرد و اون رو در کلاس اساتید مختلف موسیقی کلاسیک شرکت میداد و دوست داشتش که هنگامه هم نواختن سازهای مختلف رو یاد بگیره و هم آواز خوندن رو. همین حمایت پدر و علاقه خودش باعث شدش که در دوران دانش آموزی چندین بار در مسابقات آواز دانش آموزی شرکت بکنه و توی همش هم مقام بیاره. اما هنگامه خیلی زود ازدواج کرد. اون در پایان مقطع دبیرستانش وقتی که 18 سالش هم هنوز کامل نشده بود تصمیم گرفتش که ازدواج بکنه. این اتفاق مصادف شد با وقوع انقلاب و شروع جنگ تحمیلی. چند سال بعد از این ازدواج در اواخر دهه 60 در سال 69 این زوج صاحب یه دختر به اسم سوگن شدن که تنها دختر هنگامه هم به حساب میاد. هنگامه همونطور که حمایت پدرش رو در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی داشت، بعد از ازدواج هم شوهرش حامی اون بود و خیلی بهش کمک کرد که بتونه موسیقیش رو دنبال بکنه و بعد از وقفه‌ای که توی اوایل انقلاب افتاد و موسیقی رو رها کرده بود، در اوایل دهه 70 دوباره به موسیقی روی آورد و اوج فعالیت حرفه‌ایش از همون سالها اتفاق افتاد. هنگامه وقتی که 28 سال سن داشت و بچهش کلن 3 سالش هم نشده بود تصمیم گرفتش که با همسرش مهاجرت بکنه. اون ابتدا به شهر ونکوور کانادا مهاجرت کرد و بعد از چند سالی که اونجا ساکن بودن تصمیم گرفتن که به لس آنجلس آمریکا نقل مکان بکنه. هنگامه در سال 1374 بعد از آشنایی که با فریدون آسرایی، کامران جعفری و رامین زمان داشت یه گروه موسیقی به اسم گروه موسیقی پرواز رو تشکیل داد. اولی آهنگ های این گروه آهنگ هایی برای ایران بودش که خیلی مورد استقبال طرفدارا قرار گرفت و شروع کار هم هنگامه و هم فریدون آسرایی رو میتونیم از این گروه و توی اون سالها بدونیم. حالا فریدون آسرایی که احتمالا خیلیاتون بشناسید و خواننده مجاز داخلی هست، جالبه که یه زمان به صورت غیر مجاز توی کانادا با هنگامه یه بند موسیقی داشته. یه اتفاق عجیب و جنجالی که چند سال پیش برای هنگامه افتاد بعد از یکی از کنسرتاش در دبی امارات بود. خودش اینطور ماجرا رو تعریف میکنه که توی یکی از کنسرتاش در کشور امارات بدون توجه به اخطار قبلی که دولت امارات در مورد نخوندن آهنگ خلیج فارس به اون داده بود، اون تصمیم گرفت که این آهنگ رو در دبی اجرا بکنه و بعد از اجرا هم بلافاصله توسط پلیس بازداشت شد. یه چند وقتی رو در بازداشتگاه بود و در نهایت آزاد شد و چند سالی هم بهش کلن ویزا نمیدادن که بخواد بیاد دبی و از کنسرت گذاشتنم توی دبی محروم شده بود. اتفاقی که قبلا برای شادمهر عقیلی هم افتاده بود و وقتی که آهنگ ای ایران رو با ویولون خوند رفت توی بلک لیست وزارت گردشگری دبی و بهش ویزا دیگه ندادن و سال هاست که الان شادمهر به دبی امارات نرفته. خب ابیه ولی از اون ور جبران کرد و
هیچ وقت آهنگ خلیج فارس رو جرأت نکرد در امارات اجرا بکنه. اما برگردیم دوباره به هنگامه. توی یه مصاحبه هنگامه گفته بود که بزرگترین آرزوش اینه که دوباره بتونه برگرده ایران. اون گفتش که البته قبل از اینکه برم تهران دوست دارم برم شهرم لاهیجان، به مزار پدر مادرم سر بزنم و حالا هوام عوض بشه و این بزرگترین آرزوی این روزهام هستش. هنگامه با اینکه خانم هنرمندی هست و توی موسیقی و مارکت موسیقی خیلی توانایی‌های خودش رو نشون داده، ولی از طرف دیگه یه خانم خانه‌دار هم فن حریف هستش. اون خودش مدعیه که به عنوان یه همسر و زن وظایفی رو که بر عهده‌اش هست به خوبی داره انجام میده. از خونه‌داری تا پخت و پز و کارهای مختلف خونه رو خیلی خوب انجام میده. غذایی هم که خیلی دوست داره و خوبم درستش میکنه سالاد اولویه هستش. هنگامه در مورد دوران کودکیش هم با احساس خاصی صحبت میکنه و میگه این دوران بهترین برهه زندگیم هستن، چون توی اون تایم با پدرم خیلی رابطه خوبی داشتم و خیلی حالمون خوب بود. آلبوم برای دیدن تو اولین آلبوم رسمی هنگامه بودش که توی سال 1383 منتشر شد و مورد استقبال هوادارا قرار گرفت. جالب بدونید که بعد از فوت مستی در سال 1386 هنگامه یکی از 4 خواننده‌ای بودش که به همراه سپیده، لیلا فروهر و هلن درخواست شبکه تپش برای ساخت آهنگی برای یادبود مهستی رو قبول کرد و این آهنگ رو به خوبی اجرا کرد. هنگامه توی دوران فعالیتش با هنرمندان مطرح زیادی همکاری داشته که از جمله اونها میتونیم به رامین زمانی، کامران هومن، فریدون آسرایی، حمید عسکری، لیلا فروهر، سپیده، هلن، افشین مقدم، مریم حیدرزاده، بیژن مرتضوی، سندی و خیلی های دیگه اشاره بکنیم. هنگامه فقط یه دختر به اسم سوگن داره که چند وقت پیش هم مراسم عروسیش بود که خواننده این مراسم عروسی خود مادرش یعنی هنگامه بودش و برای عروس و دوماد آهنگ شاه دوماد رو خون که کلیپش خیلی وایرال شد و توی هفته گذشته دست به دست شد. خب رفقا، ممنون از همراهیتون. حتما نظراتتون رو بر ما راجع به هنگامه و آهنگ‌های متعددی که توی این سال‌ها منتشر کرده بنویسید. آهنگ مورد علاقتون رو واسه ما کامنت بکنید و نظرتون رو راجع به هنگامه بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.